سرخط خبرها. ابتلای بیش از 24 هزار نفر به کرونا در ایران. وزارت بهداشت عملیات بیمارستانسازی سازمان پزشکان بدون مرز را متوقف کرد. تعویق یک ساله المپیک توکیو به خاطر شیوع کرونا. در اسپانیا شمار قربانیان کرونا از ظرفیت نگهداری اجساد فراتر رفت. بریتانیا و تجربه 300 سال پیش یک روستا از دوران قرنطینه. و واکنش اشرف غنی به کاهش 1 میلیارد دلاری کمک آمریکا به افغانستان. با ریاضت کشیدن جای خالی را پر می‌کنیم. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. من رنا رحیم پور هستم. کرونا در ایران کماکان قربانی می‌گیرد. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته دست کم 122 نفر جان باختند، هرچند گزارش‌های غیر رسمی بالاتر از این است. در حالی که بسیاری از گزارش‌ها از بیمارستان‌ها خصوصا در شهرستان‌ها حاکی از کمبود امکانات است و چندین پزشک و پرستار جانشان را در راه مقابله با کرونا از دست دادند، مقام‌های ایران عملیات ساخت بیمارستان توسط سازمان پزشکان بدون مرز در اصفهان را متوقف کردند. اصفهان از جمله شهرهایی است که آمار ابتلا در آن بالاست. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته اجرای طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و استفاده از تمام ظرفیت درمانی نیروهای مسلح باعث شده که ایران نیازی به برپایی تخت بیمارستانی توسط نیروهای خارجی نداشته باشد. سازمان پزشکان بدون مرز در گفتگو با بی بی سی توقف فعالیت‌های تیم اعزامی‌اش به اصفهان را تایید کرد. قرار بود این تیم متشکل از 9 پزشک و متخصص هم در این بیمارستان مستقر شود. مریم افشان گزارش می‌دهد. کرونا هر روز جان‌های بیشتری را می‌گیرد. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران می‌گوید در 24 ساعت گذشته 122 نفر جانشان را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. تا امروز هم 24811 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده، 1934 نفر به علت ابتلا به این ویروس جان باخته و 8913 نفر نیز بهبود یافتند. از روز گذشته هم وزارت بهداشت دیگر آمار مبتلایان را به تفکیک استانی اعلام نمی کند. علی‌رغم انتقادات زیاد به آمار تعداد جان باختگان که بسیاری معتقدند فاصله زیادی با واقعیت دارد، هیچگاه آمار تفکیک شده ای از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام نشده. گزارشی داده شد، در این گزارش در مجموع این نقطه مشهود بود که ورودی به بیمارستان‌ها در استان‌ها کاهش پیدا کرده و از اون طرف تعداد فوتی‌ها هم روندش روند کاهشی هست که روز گذشته رئیس جمهوری ایران گفت مردم و مسافران نوروزی نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت می‌کنند. این سخنان امروز رئیس جمهوری ایران. تعدادی از این ماشین‌ها این ایام عید از تهران و کرج خارج شدن. گفتن شماره‌هاش مشخصه، به طور طبیعی شماره موبایل‌ها مشخصه. خوبه که در اون طرح بسیج ملی از این ماشین‌ها و صاحب ماشین‌ها همون سوالات مربوطه انجام بگیره و اگر کسی مشکلی داره از همین حالا ما بریم دنبال مشکل، چون در بازگشت که یک تراکم ایجاد میشه در روزهای پایان تعطیلات، حالا 12، 13، 14 تراکم ایجاد میشه، دیگه با اون مدل تپسنجی قاعدتا امکان پذیر نیست که ما ترافیک های طولانی بخوایم درست کنیم، ولی از این طریق، از طریق همین غربالگری و تماس با اونها ما بتونیم مشخص بکنیم و این کار رو انجام بدیم. هموطنان همچنان خارج از منزل و در حال تردد در سمت فرمانده ستاد مقابله با کرونا هشدار داده که بازگشت مسافران اوضاع را در تهران بدتر می کند. انتقادات دیگر به دولت ایران این است که چرا ادارات را تعطیل و شهرها را قرنطینه نمی کند. این پاسخ روابط عمومی وزارت بهداشت درباره تعطیلی ادارات.
مصوبه این هست که با نظر رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی مربوطه یا وزیر مربوطه حسب مورد حد اکثر تا 1/3 جمعیت کارکنان هر سازمان، ارگان و نهاد دولتی برای فقط صرفاً امور ضروری یه مردم و انجام امور ضروری به صورت شیفت بندی و عرض کنم خدمت شما یا کشیک میتونن و باید به نوعی در ادارات و سازمان‌های خودشون حضور پیدا کنن. رئیس فراکسیون حقوق شهروندی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران خواست تا مجلس سه فوریت طرح تعطیلی کامل کشور به مدت 1 ماه و مدیریت و کنترل تمامی رفت و آمدهای بین شهری و درون شهری را به تصویب برساند. این روزها عالم و آدم توصیه می‌کنند در خانه بمانید و در بیرون از خانه هم فاصله 2 متری با بقیه را رعایت کنید. این تصاویر روز گذشته از مراسم تشییع جنازه حسین اسداللهی از فرماندهان سپاه است که بر اثر کرونا جان باخته بود. سپاه در واکنش به انتقادها اعلام کرد که حضور مردم خودجوش بوده. و این در حالی است که هر روز در ایران ده‌ها خانواده به علت کرونا عزادار می‌شوند و مراسم عزاداری و تشییع جنازه در جمع بسیار کوچک و انگشت شماری برگزار می‌شود. مریم افشنگ، BBC. پیشتر از دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی، در مورد توقف تیم پزشکان بدون مرز در ایران پرسیدم. یک عدم هماهنگی هست. چرا؟ چون سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان معتبر بین‌المللی کاملا مستقل از دولت هاست و بر اساس وجه‌های خیریه‌ای که افراد به اون می‌پردازند کمک می‌کنه به مسائل بهداشتی و درمانی در سراسر دنیا. سازمان پزشکان بدون مرز در ایران هم سالها خدمت رسانی کرده، چه در زلزله وهم، چه در مواقع اورژانسی. پس بدون هماهنگی پا نمیشه بره یک هواپیما یا دو هواپیما رو تجهیز کنه بره ایران. به نظر میرسه در درون وزارت بهداشت و دولت یک ناهماهنگی هست در ارتباط با کمک گرفتن از سایر کشورها. منتها همینجا ما باید به یک نکته مهم بپردازیم. وقتی که سازمان جهانی بهداشت بیماری کرونا رو به عنوان پاندمیک اعلام میکنه، یعنی اینکه تمام کشورها نیاز دارن به همکاری با هم دیگه. تمام کشورها باید از نیروهای علمی، اجرایی و توان مالیشان استفاده کنن که دست به دست هم بدن این کنترل کنن این بیماری رو. ایران باید متوجه باشه به تنهایی نه دولت و نه مردم به تنهایی نمیتواند کنترل کنه این بیماری رو. باید تبادل نظر علمی کنه. چند پزشکی که از سازمان بدون مرز قرار بوده برن به ایران افرادی بودن که متبحر بودن برای اینکه کمک کنن و تبادل نظر کنن. ببینید در ایران متخصصان زیادی وجود دارند، ولی برای هر موضوع علمی نیاز هست به تبادل تجربه. شاید ایرانی ها به اونها آموزش میدادن، شاید یه چیزی هم از اونها یاد میگرفتن که تعداد مرگ و میر کم کنن در شهر اصفهان. متاسفانه این عدم هماهنگی دوچار یک موضوعی شده که سایر سازمان ها و افراد خیری که از بیرون ایران میخوان کمک بکنن دوچار یک سوال بزرگ شدن که چه باید کرد حالا. آقای علایی، این آمار امروز که در مجموع الان تعداد قربانیان 1934 نفر، تعداد مبتلایان 24811 نفره، با توجه به اینکه خود هلال احمر میگن از که 8 میلیون نفر در ایران سفر داخلی کردند و سیاست‌های سفت و سختی که بسیاری از کشورها از جمله فرضاً ایتالیا یا اسپانیا اعمال کردن، ایران اعمال نکرده، چقدر این آمار قابل باوره به نظر شما و میشه مقایسهش کرد با کشورهایی که شرایط مشابه دارن؟ ببینید در ایران ما 2 آمار داریم. یک آمار افرادی که تست PCR شدن و تشخیص شدن، این هم آماریه که وزارت بهداشت میده. منتها باید همینجا نگاه کنیم تعداد کیت‌های آزمایشگاهی که تشخیص قطعی میده در سراسر دنیا کمه، در ایران هم به تبع اون خیلی کمه. پس آمار دقیق افراد مبتلا نیست، آمار افرادیه که به مراجع پزشکی مراجعه کردن و تست PCR تشخیصی شدن. در جمعیت عمومی اونهایی که گمان برده میشن به بیماری کرونا مبتلا هستن، اون نشان دهنده نمایی از پیشگیری و یا گسترش بیماریه که با توجه به عددی که همین سازمان هلال احمر اعلام کردن که از هر 1000 نفر حدود 8 نفر افراد علامت دار بودن، این یک زنگ خطریه که این 8 میلیون نفر
با تمرکزی که در شهرهای زیارتی و توریستی کردن و بازگشت به اونها خصوصا در شهرهای بزرگی مثل تهران، ما یک موج افزایش و گسترش بیماری را بعد از سفرهای نوروزی خواهیم داشت. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به مرز 400 هزار نفر رسید. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که روند ابتلا به بیماری کووید 19 تصاعدی است. 67 روز طول کشید تا شمار مبتلایان به 100 هزار نفر رسید. اما تا 100 هزار نفر دوم تنها 11 روز و 100 هزار نفر سوم تنها 4 روز طول کشید. دبیر کل این سازمان گفته بازی فوتبال را نمیتوان با دفاع برنده شد، باید حمله کرد. در این میان چین اعلام کرده که وضعیت در این کشور رو به عادی شدن است. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به تازه ترین وضعیت کرونا از چین تا اروپا. در استان هوبی در مرکز چین که خاستگاه کرونا به شمار می رود، از امروز محدودیت ها سبکتر می شود. زندگی عادی در حال بازگشت است. در شهر ووهان این استان که سرچشمه کرونا محسوب می شود، قرار است بازگشت به زندگی عادی از 2 هفته دیگر آغاز شود. چینی ها دارند ژست پیروزی می گیرند. رسانه هایشان کارزار بازسازی چهره چین را آغاز کردند که در هفته های اخیر آماج نگاه سرزنش آمیز یا حتی خشمالود بخش بزرگی از مردمان جهان بوده. گزارش‌های در رسانه‌های چین پخش می‌شود که افراد آلوده به کرونا از خارج وارد کشور شده‌اند و اینکه نخستین مورد آلودگی در ایتالیا بوده نه در چین. در ایتالیا کرونا تقریباً هر 2 دقیقه 1 نفر را می‌کشد. اما این خبر خیلی بدی نیست چون وضع بهتر شده. آمار مرگ و میر سیر نزولی نشان می‌دهد. اما این سیر پانسوتر در اسپانیا سعودی است و نرخ مرگ و میر رو به افزایش. اینجا لندن است. صدای ما را از بی بی سی می شنوید. اما تصویر خیابان آکسفورد را می بینید. چند صد قدمی بی بی سی. پر رفت و آمدترین خیابان پایتخت. از امروز به امر نخست وزیر بوریس جانسون، هر مغازه‌ای که کالای ضروری نمی‌فروشد باید بسته باشد. ارتش که در این کشور فقط هنگام رژه در جشن‌های سالانه از پادگان بیرون می‌آمد، حالا به خیابان آمده برای حمل و نقل وسایل به بیمارستان‌ها. مرتضی فرهمند، بی بی سی. چند خبر کوتاه. تعداد جان باختگان سیل چند روز گذشته در ایران به 12 نفر رسیده. 2 نفر در هرمزگان مفقود شدند و 17 نفر هم مصدوم. به گفته سخنگوی اورژانس ایران تاکنون 10 استان هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، قم، گیلان، خراسان جنوبی، مازندران، سمنان و کرمان درگیر حوادث جوی شدند. در روزهای نخست فروردین استانهای جنوبی با بارش شدید و سیل مواجه بودند، اما اکنون دامنه های سیلاسا به استانهای مرکزی و شمالی هم کشیده. وزیر صحت عامه یا بهداشت افغانستان میگوید بر اساس مدل ابتلا به ویروس کرونا که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارائه شده، احتمال دارد که 110 هزار نفر در این کشور جانشان را از دست بدهند. در 24 ساعت گذشته 2 نفر دیگر در افغانستان به کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان به 42 نفر رسیده. تا کنون مرگ 1 نفر هم ثبت شده. یکی از سرشناس‌ترین تصویرگران جهان، آلبرت اودرزو، در سن 92 سالگی درگذشت. اودرزو تصویرگر فرانسوی ایتالیایی تبار به اتفاق دوستش رنه گوسینی خالق مجموعه داستان‌های تصویری آسترکس بود. ماجراهای 2 قهرمان اسطوره‌ای قومی که در گل برابر امپراتوری روم مقاومت می‌کنند. خانواده اودرز اعلام کردند درگذشت او در اثر حمله قلبی بوده و به ویروس کرونا ربطی نداشته.
و اما المپیک 2020 توکیو به مدت یک سال عقب افتاد. بعد از توافق دولت ژاپن و کمیته برگزار کننده بازی های 2020 با کمیته بین‌المللی المپیک تصمیم گرفته شد که بازی های تابستانی به جای امسال در سال 2021 برگزار شود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن میگوید وقتی این پیشنهاد را با توماس باخ مطرح کرده، رئیس آلمانی کمیته بین‌المللی المپیک گفته که 100% موافق است. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما در استودیو ما پیوسته. پوریا، بالاخره رضایت دادن؟ درسته، به نظر میاد که پشت پرده مسئله که خیلی دو طرف رو مجبور کرده بود که تا این لحظه صبر بکنند خسارات حقوقی بود که متوجه کسی میشد که اول اعلام میکرد که بازی ها عقب افتادن و برای همین بدون اینکه همدیگر رو متهم بکنن هی داشتن با همدیگه بازی میکردن. در نهایت یک مسئله که من خوندم که احتمالاً دلیلی بوده که باعث شده که بیان اعلام بکنن و به توافق رسیدن اینه که یک تبصره وجود داره در برگزاری مسابقه ها، به انگلیسی میگه act of God، یعنی یک تبصره که برمیگرده به اتفاقهای طبیعی که ممکنه بیفته که دست خداست و دست انسان، بلایای طبیعی هم جزشه و مسئله ای که امنیت بازی ها رو نتونن حفظ بکنن باعث میشه که بهشون اجازه بده که این مسابقه ها رو لغو بکنند و در تاریخ دیگه‌ای برگزار بکنند بدون اینکه خسارتی از طرف کمپانی‌های حامیان مالی کمیته بین‌المللی المپیک IOC و کمیته برگزار کننده متوجه اونا باشه. متشکرم پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته کاهش کمک‌های آمریکا بر بخش‌های کلیدی دولت تأثیر مستقیم نخواهد داشت. در پی تصمیم دولت آمریکا در قطع 1 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان، آقای غنی امروز در یک پیام ویدیویی گفت در تلاش یافتن منابع بدیل برای پر کردن این خلأ است و با دولت آمریکا گفتگو خواهد کرد. نسرین نوا همکار ما از کابل گزارش می‌دهد. مقام بلندپایی آمریکایی این بار به تفاهم ختم نشد، بلکه خبر غیرقابل منتظره‌ای برای دولت افغانستان در پی داشت: کاهش قسمتی از کمک‌های مالی. محمد اشرف غنی اما هنوز به گفتگو با آمریکا خوشبین است و تأکید کرده کاهش کمک‌های آمریکا تأثیری بر زندگی مردم نمی‌گذارد. برایتان اطمینان داده می‌توانم که کاهش کمک ایالات متحده آمریکا تأثیر مستقیم بالای بخش‌ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت. چنانچه در اعلامیه ایالات متحده آمریکا آمده است، آنها هنوز این کمک‌ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم. قصر سپیدار هم در یک اعلامیه کتبی گفته از فرصت پیش آمده درست استفاده نشده و راه چاره فقط ادامه گفتگو هاست. روز گذشته ساعاتی پس از آنکه دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با آقای غنی و آقای عبدالله در کابل بی‌نتیجه پایان یافت، آمریکا در یک اعلامیه با لحنی تند از کاهش 1 میلیارد دلاری کمک‌ها به افغانستان خبر داد. آمریکا تأکید کرده سال بعد هم همین مقدار از کمک‌ها کم و در جذب کمک‌های بین‌المللی تجدید نظر خواهد شد. دلیلش اختلافات سیاسی پس از انتخابات میان آقای غنی و آقای عبدالله. اگرچه هر کدام طرف مقابل را ملامت می‌کنند، اما مردم هر دو را مقصر می‌دانند. تأکید بر خواستهای حزبی و تیمی از سوی عبدالله و محمد اشرف غنی کشور و سوی بحران میبره، واقعا نگرانی ها را در بین مردم خلق کرده. از دست دادن دولت مثل آمریکا که کمک های بزرگ را به دولت افغانستان انجام داده در طول سالهای گذشته، یک خساره جبران ناپذیر برای دولت و مردم افغانستان است. از دو رهبر تیم های انتخاباتی تقاضا داریم که کمی کوتاه بیان. مجموع کمک غیر نظامی آمریکا به افغانستان حدود 500 میلیون دلار است. 4 میلیارد دلار هم سالانه برای نیروهای امنیتی افغان. کاهش 1 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان به معنی کم شدن حدود 0.5 میلیارد هزینه نیروهای امنیتی است. مشخص نیست فشار تازه آمریکا بر دولت افغانستان چقدر به تفاهم سیاسی بیانجامد. تفاهمی که اگر به انجام نرسد،
تبعات بیشتری برای صلح و امنیت افغانستان خواهد داشت. اما به نظر می رسد آمریکا برای موفقیت روند صلح با طالبان و کاهش هزینه ها جدی تر از هر وقت دیگری است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. شجاع محسنی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ما پیوست. آقای محسنی، آمریکا امیدواره که با اعمال فشار اینچنینی بتونه در واقع بنبست سیاسی در افغانستان رو به نتیجه برسونه. چقدر میشه امیدوار بود که موفق بشه؟ در مورد موضع ایالات متحده به نظر میرسه که امریکایی ها در اتفاقی که دیروز در کابل افتاد برنده شدن. امریکایی ها که متهم بودند به جانبداری و گوش به فرمان بودن نسبت به خواست های طالبان و این مسئله عنوان می شد که هر چی که طالبان آرزو کردند امریکایی ها برآورده کردند، دیروز با اتمام حجتی که آقای پومپئو با آقای غنی و آقای عبدالله کردیم موضع را فعلا امریکایی ها دارند که ما کمک لازم را کردیم، اما حکومت کابل ظرفیت و پتانسیل کافی را برای سازش نداشت و امریکایی ها هنوز می خواهند و می خواستند که این نظامی که نماینده ارزش‌هایی بود که آمریکایی‌ها در افغانستان به وجود آوردن پیروز شود و بتانه به عنوان یک نیروی از جانب کابل با طالبان مذاکره کنه. از این منظر اتفاقی که دیروز در کابل افتاد به نفع آمریکایی‌ها بوده که از لحاظ وجهه بین‌المللی و آنچه قبل از این در مذاکرات صلح اتفاق افتاده بود که دولت افغانستان از آمریکایی‌ها دلخور بود، نیروهای سیاسی داخل افغانستان دلخور بود و از منظر وجهه و اعتبار قدرت امریکا دیروز به نفع امریکایی ها بوده و به نظر نمی رسد از اتفاق دیروز خشمگین باشن امریکایی ها. اما آنچه که انتظار می ره در مورد راه حل چیه الان با توجه به چهار تا چشمنداز متصور هست نسبت به آینده کار در افغانستان، دو چشمنداز خوشبینانه و دو چشمنداز خطرناک و بدبینانه. آنچه که خوشبینانه است است که فشارهای امریکایی ها منجر شود به سازش بین دو گروه آقای غنی و آقای عبدالله و یک حکومت مشارکتی به وجود بیاید که خواستهای آقای عبدالله و آقای غنی هر دو تایش رعایت شده باشند. در صورت است که امریکایی ها پشت دولت ایستاد شود، این خوشبینانه ترین حالت است که احتمال سازش کمتر شده در هر دو تیم با توجه به اینکه آقای پومپئو هم مثل آقای خلیلزاد ناکام از افغانستان بدر شد. و بحث سناریوی دوم یا چشمنداز دومی است که از میانی تنش ها نیروهای سیاسی موجود در کابل برن به طرف یک اداره موقت که نه آقای غنی و نه آقای عبدالله و بعد برن به طرف همو بحثی که پارسال از طرف امریکایی ها دامن زده می شد. اما چشمنداز های بدی است که امریکایی ها پشت سر حکومتی که در کابل مستقر است ایستاد نشوند و احتمالاتی که در قطر و اتفاقاتی که در قطر اتفاق افتاده مؤید این موضوع هست. امریکایی ها برن به طرف ازی که طالبان را به عنوان یک نیروی که صفر تا صد قدرت را در افغانستان از طریق غلبه به دست خواهند آورد حمایت کنند، اتمام حجت خود را نسبت به دولت افغانستان کردند. از نظر اونا یک متحد قوی که کنترل بر افغانستان داشته باشه مقدمه بر یک متحد دموکراتیک هست، یک نیرویی که بتانه در فردای خروج از امریکا جای خالی امریکایی ها را پر کنه و نگذاره گروه های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای جای قدرت خالی امریکا را در افغانستان بگیره. بدتر از این هم یک سناریو وجود داره که امریکایی ها به طالبا هم اعتماد نکنن و افغانستان بره به طرف یک آشوبی که هزینه های جنگ را هم بر رقبای منطقه‌ای امریکا در افغانستان بالا ببره و هم برای خود امریکایی ها و هم برای طالبان و هم برای نیروهایی که در کابل سیاسیون بر سر قدرت هستند. متشکرم. شجاع محسنی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. بحران ویروس کرونا به خصوص برای روستای ایام در داربیشر بریتانیا یادآور روزهای بسیار تلخ است. بیشتر از 300 سال پیش ساکنین روستا که به طاعون سیاه مبتلا شده بودند تصمیمی قهرمانانه گرفتند و خودشان را در خانه حبس کردند تا از سرایت بیماری به دیگران جلوگیری کنند. آن زمان صدها نفر مردند، اما همانطور که فرگالکین گزارش می‌دهد یاد و خاطره آنها الهام بخش شیوه مواجهه مردم روستای ایام با ویروس کرونا است. در بحرانی که همه دنیا را گرفته، حتی دور افتاده ترین مکانها هم می توانند برای ما آموزنده باشند. در روستای ایام در بریتانیا، خاطره کسانی که قرنها پیش جانشان را از دست دادن انگیزه شده برای نحوه مقابله در زمان حال. این لیست اسامی روستاییانی است که 350 سال پیش گرفتار طاعون شدند و خودشان را حبس کردند تا از شیوع بیماری جلوگیری کنند.
یکی از نوادگانشان میگوید روح از خودگذشتگی آنها برای ما الگوی بزرگی است. الان همه به خودشون فکر میکنن. فقط کافیه چرخهای خرید مردم رو تو سوپرمارکت ها ببینیم. این درست نیست. اینجوری برای بقیه دیگه چیزی نمیمونه. باید حواسمون به همدیگه باشه و همون طوری رفتار کنیم که ازمون خواسته شده. 260 روستایی مردند. در اصل کشیش ویلیام مونپسون بود که هم ولایتی هایش را ترغیب کرد خودشان را حبس کنند تا دیگران زنده بمانند. امروز کشیش ایام خودش را قرنطینه کرده چون همسرش علائم ویروس کرونا را دارد. Hi Mike. Hi. How are you? Yeah, I'm all right, thanks. We're standing back from you as you can appreciate. Are you all... شما آیا از رفتار سلف چند قرن پیشتان الهام گرفته اید؟ اغلب موقعی که در کلیسا قدم می زدم و نامش رو در تابلوی پدران روحانی می دیدم با خودم فکر می کردم اگه اون مشکل الان پیش می اومد چطور رفتار می شد؟ من چه اقدامی می کردم؟ به نظرم الان دارم جوابم رو می گیرم. پدر روحانی گیلبرت برای هدایت اعضای کلیسا از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند. تا حالا شاهد رفتارهای حاکی از مهر و مودت بودیم. مردمی که برای دیگران کمک جمع می‌کنند. در مدرسه روستا خانم مدیر آماده می شود تا اکثر بچه ها را به خانه هایشان بفرستد. مدرسه ایام برای کودکان و پرسنل اورژانس و خدمات درمانی که باید سر کارشان حاضر شوند دایر خواهد ماند. اکنون هنگام تصمیمات مشکل است. پدر سالمند اونا گیلبرستون در خانه اونا زندگی می کرد، اما اونا او را به خانه خودش فرستاد چون می ترسید که ویروس را با خودش از مدرسه به خانه ببرد. باید بین اون و خانواده و کارم یکی را انتخاب میکردم. واضحه که خیلی نگران این هستیم که ویروس ها از کجا میان. حس کردم که خونه خودش براش امتره. در نتیجه منم میتونم بیام سر کارم توی مدرسه. فرهنگ این روستا طوری است که پدر بزرگ یا مادر بزرگ اکثر کودکان در خانه آنها و یا در نزدیکیشان زندگی میکنند. این کودکان خوب میدانند که این بحران چه مشکلاتی ایجاد میکند. اونا برای من خیلی مهمن، خیلی دوستشون دارم. اگه اتفاقی بیفته من خیلی قصه میخورم. خیلی بده. همه چی خوب بود و یه دفعه معلوم نیست این ویروس از کجا پیدا شد و همه دنیا رو شدید درگیر کرده. اکنون اعضای شورای ده به سالمندانی مثل این بیوه 95 ساله شیلا ویپان سر میزنند. شیلا در جنگ جهانی دوم به مدت 4 سال از خانوادهش جدا شده بود. او سیاه‌ترین روزهای این کشور را تجربه کرده است. درسته، من 95 ساله باید مراقب باشم. باید سعی کنیم کارهای انجام بدیم که بتونه باعث لبخند یا خنده دیگران بشه. همین الان به پرنده ها غذا دادم. آره، اونا رو هم باید راضی نگه دارم. اینجا مصمم هستند نه تنها این بحران را تحمل کنند بلکه به همراه بشریت بر آن فائق آیند. فرگل کین، بی بی سی نیوز، ایم. تیم بخش خبری، مراقب باشید.